بعد اطاعت نکرد. در خونه را میزد امیرالمومنین، میفرمود میگفت فاطمه اگه من بگم منم درو وا نمیکنن، تو بگو بلکه از تو حیا کنن. مردم به این قرآن قسم در تاریخ نوشتن 55 جلد از تاریخ امیرالمومنین از صحیح، سیده نبی الاعظم 35 جلده، امیرالمومنین 55 جلده، امام حسن 24 جلده. به خدا با مطالعه میگم به این قرآن قسم در خونه مولا را زد، صاحب خونه پشت در بود، بی هوا در را وا کرد، دید امیرالمومنین شروع کرد حرف زدن. آقا فهمود تو خوب به قدیل خون با من بیعت کردی، چرا اینجور میکنی، چرا اینجور کردید؟ شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا چرا اینقدر حرص میزنی؟ حالا اون ابوبکر 33 سالشه، دو سال دیگه میمیره، بعد با تو بیعت میکنیم، تو حالا جوانی 33 سالته، حوصله کن. فهمود حرفات چیه میزنی؟ بیعت کردید خلیفه منم، چرا اینجور میکنید؟ داشت آقا باش حرف میزد، همسرش گفت خالد کیه دمه در؟ گفت علی اومده استنصار میکنه. گفت بابا درو ببند و بیای قضا یخ کرد. ببین چه کردن با امیرالمومنین. خب حالا که اینجور کردن، 25 سال امیرالمومنین، بعد امام حسن 10 سال، بعد امام حسن 10 سال، مردم مدینه نشستن نه خوابیدن، خوردن ناشتای نهار شام، شتر خوردن و گاو کشتن و گوسفند کشتن و خوردن و خوابیدن 50 سال. سید الشهدا تو کربلا تیکه تیکه کردن ابوالفضل و زینب را به اسارت تا شام بردن، تو مجلس شراب نامحرم بردن، نشستن و خوابیدن. خب یهو بلا نازل شد، خوابیده بودندن مسلم ابن عقبه با 12,000 سرباز 3 ماه از وطن جدا شدن، غرق در شهوت، شتر خورده، گاو خورده، گوسفند خورده، نیرومند ریختن تو مدینه. مرداشونا سلاخی کردن، 700 نفر از مهاجر و انصاری که 700 نفر از مهاجر و انصاری که حافظ قرآن، اونایی که به امیرالمؤمنین جواب مثبت ندادند، بعدم که گیر کرد به جنگ صفین، جمل نهروان محل نگذاشتن، امام حسن اونجور محل نگذاشتن، امام حسن جلو چشمشون تیرباران کردن محل نگذاشتن، امام حسن اونجور تو کربلا له شد زیر سم اسبا، جو امام سجاد به خدا قسم انگشتر در فرمود به اندازه نگین انگشتر من جا به بدن بابام سالم نگذاشته بودن، همه میگفتن بزن، یکی نمیگفت بسه. اینجوری ریختن روشون، این 700 نفر کنار قبر پیغمبر تو مسجد زنده سر بریدن. مسلم ابن عقبه فرمانده لشکر گفت زنان مدینه 3 روز به کل لشکر مباح است. زنی بود که 50 نفر بهش زنا میکرد، 9 ماه بعد 12,000 اولاد زنا تو مدینه به دنیا اومد، هرچی دختر بود بی صورت شد.